نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 22 رجب سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم قمار در مورد برخی از چیزها فرمودند: ما دو دلیل در رابطه با حرمت قمار داریم که یک دلیل مربوط به بعضی از قمارهای خاص مانند اربعه العشر می باشد که فقها صراحتا در مورد حرمت آنها نظر دادند، و یک دلیل عام وجود دارد که قمار حرام است که این دلیل مطلق است. لذا هر چیز جدیدی درست شد که با آن قمار صورت می گیرد، حکم قمار در مورد آن جاری شده و حرام است. معظم الله در ادامه فرمودند: اما اگر غالباً با چیزی قمار صورت نمی‌گیرد، ولو گاهی با آن قمار انجام می‌دهند، آن چیز آلت قمار محسوب نمی‌شود و حکم قمار در مورد آن جاری نشده و حرام نیست. ایشان در رابطه با حکم آلات و ابزار جدید فرمودند: اگر آن چیز مصداق یکی از محرمات نباشد اشکال ندارد، چرا که بر اساس اثر اصل حلیت هر چیزی حلال است مگر دلیلی بر حرمت آن وجود داشته باشد. لذا اگر با آن چیز قمار صورت می‌گیرد، حکم حرمت بر آن جاری می‌شود و قمار محسوب می‌شود. اما اگر با آن چیز قمار صورت نمی‌گیرد و یا عنوان ثانوی بر آن جاری نمی‌شود، فی نفس حرام نمی‌باشد. آیت الله العظمی شیرازی با تاکید بر ملاک بودن عرف در رابطه با قمار دانستن برخی چیزها فرمودند: قاعده این است که عرف هر شهر و منطقه برای تشخیص قمار بودن چیزی متفاوت است. لذا اگر یک شهر چیزی را قمار محسوب می کند و شهر دیگر آن را قمار محسوب نمی کند، در هر شهر حکم آن متفاوت است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. قاعدش اینه که بگیم هر عرف یا عرف خودشو داره، معنی اگه یه شهر یه جوره، یه شهر یه جور، هر کدوم حکم خودشو داره. چون فعلیت در ظهور شرطه، وقتی که توی یه شهر هست فعلیت تو این شهر، نه تو همه شهرها. مثل همون معدود و موزون و مکیلی که در ربا میگن فقها. در مثال اعراف میفرمایید مثلا یه شهری مثل تهران ممکنه پایین شهر و بالا شهر فرق کنه، آره، نوع برخورد مردم. یه عرف حساب میکنه یا دور؟ نه، دو عرف میشه. شهرهای بزرگ چند تا عرف ممکنه داشته باشه. یعنی چون فعلیت ملاک ظهور فعلیته، وقت اینجا این فعلیت هست، اونجا این فعلیته.